قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می پذیرند. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وعلى آل محمد. إنسان وعن برای فرصة کوتاهی آمده است در دنیا، و اما این فرصت عزیزان من بسیار ارزشمند هست، بسیار قیمتیه، و انسان یک سری فرصت های را الله تعالی به او داده و یک سری توانمندی های را خدای تعالی به او داده است که او میتواند اگر از فرصت صحیح استفاده بکنه و اگر از نعمتهای فروردگار درست استفاده بکند و اگر مسیرش را صحیح تنظیم بکند، انسان میتواند بدرخشد در دنیا و هم در آخرت و به سعادت بزرگ و کامیابی ابدی انسان میتواند برسد و برای همیشه جاش را در بهشت درست کند و برای دائم و همیشه رضامندی رب العالمین را کسب کند و حاصل کند. و اما اگر این فرصت را انسان صحیح استفاده نکند، گرفتار غفلت شد، سرمایه از دست رفت، سرمایه عمر، متاع وقت و کالای وقت و فرصت های مال و جوانی و فرصت های گوناگون اگر از دست انسان رفت، انسان دچار خساره شدید می شود، به زیان می افتد و زیانکار می شود و برای همیشه به حسرت و افسوس و گرفتار می شود و خطر آن وجود دارد که گرفتار عذاب الهی، گرفتار آتش و جهنم بشود. الله من و شما را نجات بدهد. لذا همه این فرصت ها ارزشمندند. مسیر باید صحیح باشه، مسیر باید درست باشد. انسان راه الله سبحانه و تعالی را برای خود تنظیم بکنه، مسیر باید به سوی فروردگار باشد. راه خدا راه شریعت هست، راه دین هست، راه اسلام هست و راه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. این مسیر را انسان
انتخاب بکنه که من باید به خدا برسم، با خدا زندگی کنم، دیندار و متدین زندگی بکنم، پایبند شریعت اسلام باشم، پایبند سنت های سید المرسلین صلی الله علیه و سلم باشم، پایبند دستورات خدا قرآن عظیم الشان و پایبند دستور محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشم، اطاعت کنم از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به هر قیمتی که به من تمام می شود. در راه رسیدن به الله تمام اسباب و وسائل به کار ببندد و به کار بگیره، جوانی خودش را و توانایی جوانی را، استعداد جوانی را، فرصت جوانی را، تزبیح ترین فرصت هاست. انسان در قوت و قدرت خود هست، در سلامت و توانایی خود هست، از جوانی استفاده بکنه و لحظه در جوانی الله سبحانه و تعالی را بندگی بکنه. احساسات جوانی، احساسات نفسانی و خواهشات نفسانی را تحت کنترل بگیره و خیر و شریعت باشد و از شریعت اتباع بکند. بسیاری جوانان به این خیالند که الان ما جوانیم، نمیشه پایبندی کرد، نماز ضایع میکنند و نماز صبحشان قضاست. بسیار تاوان بزرگی است، خساره بسیار کلانی است که انسان نمازش یک نماز قضا بشه و لحظه نمازها قضا میشوند. بسیاری از جوانان عزیز ما گرفتار کاهل نمازی هستند، البته بسیار پایبند نماز و حتی سحرخیزی هم دارند، اما بعضی جوانان هستند که نمازها قضا می کنند، گرفتار کاهل نمازی هستند، میگه جوانی هست نمی شود، هرگاه پیر شدیم، هرگاه معمر شدیم، عمر ما بالا رفت، توبه می کنیم و به سوی خدا رجوع، به گوشه مسجد می افتیم و شب بیداری، این همه مولتای شیطان هستند. شیطان آراسته میکنه راه گناه را، راه غفلت را، راه کوتاهی را، راه سستی را برای انسان آراسته میکند و شیطان مهلت میده، میگه نماز بدتر، حج بدتر، زکات بعدن بده، کار خوب و خیر و نیک را بعدن انجام بده، الان جوانیه نمیشود، وقتی شما پیر شدید انجام میدید. لحظه این فرصت جوانی زیباترین فرصت ها، بهترین فرصت ها، می توانید طولانی بیستید بر سر نماز، نماز طولانی، تلاوت طولانی، عبادت طولانی. بسیاری از جوانان به حج می روان و چه کار درستی می کنند، می گه حج به جوانی بهتره که انسان به قدرت و قوت خودش هست. عزیزی خدا رحمتش کند وفات کرده، وقتی از حج آمده بود به ملاقاتش رفتیم و گفت که حسرت بزرگی که خورده است اینه که هی کاش در فرصت جوانی به حج می آمدم و من عمرم را ضایع کردم، من متوجه نشدم که چه شکوهی و چه عظمت و چه جلال الله تعالی در حج گذاشته است. همه مردم دنیا یک تجمع بی سابقه، اجتماع بی سابقه، از رنگهای مختلف و از لباسهای مختلف، فرهنگهای مختلف، از اقلیمهای مختلف می آیند اینجا جمع می شوند، زبانهای مختلف. ولهذا گفت که تحت تأثیر این عظمت و جلال قرار گرفته و هی کاش زودتر به حج می رفت. لهذا
این فرصت جوانی و زیباترین فرصت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم وقتی پا به سن 60 سالگی گذاشتن و سن 60 سال بالاتر را فرمودن حضرت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که الان وقت من سر نواز طولانی میستم قلبم درد میگیرد و فرمودن که در زندگی خیلی نیست اگر در زندگی نماز نباشد. و آن حضرت صلی الله علیه وسلم قبل از این طولانی می ایستادن بر سر نماز و صحابی روایت می کند که یک مرتبه 6 فارغ آن حضرت صلی الله علیه وسلم در دو رکعت نماز خوند و من اقتدا کردم به آن حضرت جوان بودی صحابی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه می فرمایم من خواستم بشینم از بس که خسته شدم، بعد شرم کردم که من در کنار حضرت رسول صلی الله علیه وسلم هستم، چگونه آن حضرت را بگذارم و من بشینم. لحظه جوانی بهترین فرصت است که انسان الله را بندگی بکند، خیر علم کسب کنه، دانش کسب کنه، بره به دانشگاه، بره به حوزه علوم دینی، علوم شرعی، علوم روز و علم دانشگاهی را، علوم دانشگاهی را کسب کند، بهترین فرصت است برای بندگی الله. شب بیداری، سحرخیزی، خدمت خلق، نفع رسانی به مردم، جوانی از بهترین متاع انسانه و بهترین سرمایه انسان است. لحظه جوانی را ضایع نکنید، جوانی را تلف نکنید و از بهترین وقت قاهل نمازی نکنید. مسجد را لازم بگیرید جوانان عزیز، نماز جماعت را لازم بگیرید. شما قدرت پایتون از دیگران قوی تره، از راه دور میتوانید بیایید و به نماز جماعت ملحق بشید و نماز جماعت را بگیرید. هر جا خیریست جوانان الحمدلله، و جوانان شهر ما الحمدلله جای شکر موجوده. در ماه رمضان، ماه خیر، در جلسه سالانه و تمام مسائل خیر این جوانان بیشتر از همه خدمت کردند و زحمت کشیدند و اللہ تعالی جوانان عیس کنه و توفیق مزید عنایت بگرداند. ولی هستن جوانان که جای افسوزه که وقتشون داره تلف میشه و جوانی ضایع میشود و قدر جوانی را نمیدانند. قدر جوانی را دانستن یعنی از جوانی در جهت رسیدن به الله، در جهت خدمت به خلق که بازم رسیدن به خداست، در جهت کسب علم باید استفاده بکنن. از بهترین فرصت های زندگی انسان سلامتی است. مردم عزیز، سلامتی را قادر بدانید که سلامتی نعمت بزرگی است. خدا من شما را مبتلا به مریضی نکنه، گرفتار مریضی نباشیم، در سلامتی ما مختل نباشه. چرا که وقتی انسان سلامتی را از دست داد، همه چیز از دست میده متاسفانه. لحظه نه نماز لذت داره، نه انسان فرصت تلاوت داره، نه فرصت ذکر داره، نه فرصت خیر دارد، بلکه گرفتار مریضی و ناله مریضی و فریش درد مریضی، بیخوابی، بیداری، مریضی. لحظه بلا هست، مریضی آفت، این آفت که می آید خیلی چیزا را از دست می گیره، گرچه همین مریضی بسیاری را به خدا می رساند. او انسانی که صبر می کنه در مریضی، او انسانی که در مصائب بلا استقامت حاصل می کند و صبر می کنه، می رسه به الله سبحانه و تعالی. ولی یک نقطه را توجه داشته باشید و این هرگز فراموش نکنید که اگر شکر نعمت ها را شما بدانید، خدا نعمت ها را از دست من شما نمی گیرد. اگر سلامتی را قدر دانستید و
خدمت مریضان را انجام دادید، به مریض ها رسیدگی کردید و سلامتی را قرض دانستید و شکر خدا را به جا آوردید و شکر خدا اینه که عبادت کردید خدا را، خدا شما را گرفتار مریضی نمی کند. بیاد سخن زیبای حضرت مولانا عبدالعزیز رحمه الله روز دعای خیر کردن که خدا کسانی را که خدمت مولانا را انجام در خدمت مولانا بودن گفت خدا شما را گرفتار مریضی نگرداند. سبحان الله، این دعای مریض چند اندازه به برگاه الله تعالی مقبول هست، گفت خدا شما را مبتلا به مریضی نکند. گرچه مولانا برای خودشون فرمودن که این مریضی برای من بسیار آموزنده بود و من به عیب کارم، مولانا توازوان فرمودم، به عیب کارم بینا شدم، ای کاش این مریضی من جلوتر می گرفت. مریضی مولانا شک نیست که رحمت بود از جانب پروردگار، ولی معلوم نیست که مریضی های همه بچه میشه، چون صبر مهمه، رضا بالقضا مهمه. هرگاه آفت آمد، بلا آمد، انسان راضی شد از پروردگار، گفت راضیم به رضای تو و تسلیمم به قضای تو و صبر کرد، شک نیست که این بلا رحمت است. ولیکن الله تعالی گاهی بنده را حضرت مولانا رحمه الله فرمودن که گاهی انسان به عبادت به آنجایی که باید برسد نرسیده، الا الله تعالی به بلا ایشون را به انجام میرسانه، ولی اگر به عبادت برسه نیازی به بلا نیست، بلا نمیاره سراش. ولی از این که ما میگه سلامتی را قادر بدانیم، اگر قادر دانستیم انشاءالله الله تعالی آفت و بلا و درد نمیارد، و اگر درد بیاید خدا صبرش را خودش نصیب میکند. لحظه از فرصت سلامتی در جهت رسیدن به الله بندگی خدا استفاده بکنید عزیزان من، شکر سلامتی را به جا بیاورید که مریضی سخته، درد سخته و مصیبت سخت است، خدا ما را گرفتار نگردانه. برسید به خلق، برسید به مردم، خدمت خلق در سلامتی انجام بدید، خیر دنیا و آخرت، سحرخیزی، شب بیداری، تلاوت، بندگی در سلامتی انجام بدید. و حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرموده دو چیزند که همه انسان ها نسبت به این فرمودن نقصان کردن، الصحت و الفراغ. یکی سلامتی است که انسان ها همه نقصان میکنن و قدر سلامتی را نمیدانن، دیگه فراغت، فراغت هم نعمت بزرگی است، گرفتاری را الله نیاره. بسیار انسان که گرفتار میشوند، فراغت داشتن از فراغت در جهت رسیدن الله، بندگی، به دست آوردن بهشت، به دست آوردن الله استفاده نکردن. و لهذا خدمتی برای خلق انجام ندادن، عبادتی نکردن در وقت فراغت. اکنون زمان گرفتاری آمده، فرزند مریضه، بدهکار شده، مشغله ایجاد شده است، گرفتاری ایجاد شده و راست هیچ فرصتی نداره، شب روز باید بدود. الله من شما را گرفتار نگردانه. لحظه تا زمانی که انسان گرفتار نشده این فرصت فراغت را، اگر شما توصیه بنده خدمت شما فراغتی حاصل کردید در خانه، بیکار شدید، بلا فاصله وضو بگیرید و به وسیله اعمال به الله سبحانه و تعالی متوسل بشید، تا تلاوت شروع کردید، تا نماز شروع کردید، تا درود شریف شروع کردید بخوانید، ذکر شروع کردید، یا مشغول شدید با بچه‌هایتون، تعلیم بدید، آموزش بدید، صحبت بکنید، بدانید که رحمت خدا سرازیر شماست. هر لحظه که شما بیاد خدا بیفتید، خدا بیاد شماست.
شما با خدا مشغول باشید، اعمال دینی بدانید که الله شما را مورد توجه قرار داده و رحمت فروردگار، رحمت حق سازیری به سوی شما. فراغت اگر ربع ساعت باشه، ده دقیقه باشد، این فراغت ضایع نکنید، این فرصت ضایع نکنید. اگر یک روز هست این از دست ندید که فرصت هرگاه که رب دو مرتبه بر نمیگردد. ساعت و لحظه هرگاه رب دو مرتبه بر نمیگردد، الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده از فراغت استفاده میکنیم. بعضی هستن که وقتی فارغ می شوند فراغت را ضایع می کنند در غیبت، در جلسه های بیهوده، در نشسته های بیهوده، و لذا از بیهوده گویی و از کنم از سخنان بیهوده انسان ضرر می کنه، از لغویات ضرر می کنه، از غیبت انسان ضرر می کند، و لذا مشغول به عبادت و اعمال باشه. هر کسی مشغول به اعمال شد، الله تعالی به سوی او متوجه میشه و هر کسی خدا را یاد کرد در اینجا، خدا او را در نزد خود یاد میکند. شما به یاد خدا باشید تا خدا به یاد شما باشد. شما هرگاه خدا را با هر عمل صالح یاد کنید، شما در محفل و مجلس خدایید. و دیگر فرصت ماله که الله تعالی داده است، و چقدر ثروتمندان از این فرصت استفاده نکردن. می توانستن رضامندی خدا را بخرن، بهشت را بخرن، آخرت را بخرن، سعادت را با مال بخرن، ولی نخریدن و مال از دست رفته. عزیزان من، این مال در دست انسان نمی ماند. مقوله معروفی است که از مال فقها و علما ذکر می کنند که المال غاد و راحل، مال صبح می آید و شام می رود، شام می آید و صبح می رود، مال صبح و شام مال مال. خیال نکنید که مال همیشه همراست، پول همیشه همراه تر رسید. سعی کنید که سهم خدا را جدا کنید، هر خیری که می توانید به وسیله مال انجام بدید قبل از این که مال از دست شما بره. ولهذا فرصت مال بهترین فرصته. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرمودن صدقه را قرآن انقدر تاکید کرده و انقدر مهم دانسته که آن حضرت فرمودن شما با نصف خرما اگر بیشتر نداشتید هم از آتش جهنم نجات بگیرید. نصف خرما بدید، همین نصف خرما سبب نجات شما از آتش جهنمه. این نصف خرما مال کسی که بیشتر توانایی نداره. معنی حدیث و مطلب و مفهومانه که هر کسی هر اندازه توانایی داره، بر حسب توانایی از مالش بده و از آتش جهنم نجات بگیرد. خود را بخره، خرید کند خودش را از آتش جهنم، از عذاب الهی، از قهر خدا، از عذاب، از گرفتاری. صدقه غضب رب را خاموش می کند، رضامندی فروردگار را به دست می آرید. سخی محبوب نزد خدا و بخیل منفور و مردود نزد الله سبحانه و تعالی. خدا ما را بخیل نگردانه. و از همه فرصت ها که بزرگترین سرمایه من و شماست، همه فرصت به همین فرصت برمیگردن. فرصت مرکزیه و فرصت مهم است، و فرصت عمره و زندگی من و شماست. لحظه این زندگی را قدر بدانید که زندگی اگر تلف شد، اگر خرمن زندگی آتش خورد، آتش داده شد، و اگر فرصت زندگی ضایع شد، لذا عزیزان من بعد دیگه فرصتی نیست. و لذا ما بغیر از حسرت و بغیر از افسوس دیگه چیزی نداریم. اینها کسانی که در قرآن ذکرشون آمده است که رب ارجعونی میگوین، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، رب ارجعی
یعنی ای خدا ما را برگردان بعد از وفات، هنگام وفات میگویند ای فروردگار ما را تأخیر بده. این همه کسانی هستند که فرصت ها را از دست دادند. سرمایه دار میگه فروردگار برگردان تا سرمایه خرج کنم و عمر عزیز که تلف شده افسوس میخوره و تقاضا میکنه برگردان تا از عمر استفاده بکنم مجدد. الله تعالی من و شما را بیدار بگرداند از غفلت و الله تعالی ما را در راه خود جدی و مصمم بگردانه و قبل از اینکه به قبر میرسیم، قبل از اینکه جنازه ما بلند میشه و به سوی قبرستان برده میشه و تشییع میشه و توی لحد گذاشته میشود و فرستگان به حساب و کتاب میرسند و روح ما به بارگاه خدا عرضه میشه و الله سبحانه و تعالی از ما می فرصت که چه آوردید و قبل از این که در صحرای قیامت محشور بشیم و در کنار ترازوی عدل قرار بگیریم و اولین و آخرین ملاقات کنیم، الله ما را توفیق بده که ما از این زندگی و فرصت زندگی استفاده بکنیم، بجنبیم، حرکت بخوریم، تلاش هرچه می توانیم انجام بدیم از باب خیر که روز سختی در پیشه، مشکلات صعبی در پیشه، محتاج میشیم برای ثواب یک سبحان الله، محتاج میشیم برای ثواب دو رکعت نماز، محتاج میشیم برای ثواب هزار تومان که در راه خدا خرج میکنه برای یک نیکی خیر، محتاج میشیم. و اون زمان میگیم ندانستیم، فاعترفوا بذنوبهم، قرآن بذنبهم، قرآن نقل میکنه کسانی را که اقرار میکنند روز قیامت به گناه و کوتاهی و غفلت و سستی، الله من و شما را نجات بده. یاد نبرید ایت وقت حساب کتاب را و یاد نبرید سکرات الموت و قبر را و یاد نبرید ایت لحظه در زندگی جنت و جهنم و سعادت و شقاوت آخرت را. الله تعالی ما را سهید بگردانه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می پذیرند.